فرنس رو کلوز میکنیم و اکتیویشنشون فعال میسازیم. و اگر بس شما در پیش سی دی کود نمبرش هست، کود نمبر درج میکنین و فعلا نمی سی دی اکتیویشن رو از خاطر میره فعال میسازیم. خاطر شاید کل سی دی ها نداشته باشه. خب عمل ما انجام شد. اکتیویشن رو انستال میکنیم. اینجا سکسسفولی انستال شد و بعد از اون رو کلوز میکنیم. باید از قسمت مینوم، البته قدر قابل بس نیست چرا از در سی دی یا مثل آفیس 2010 فرق میکنه. یک اکتیویشنش اوتوماتیک بود و سی دی های دیگه هست که از طریق پوش سی دی شم و سی دی کیش هست که درج میکنین. خب یا من اکتیویتد شد، بعد از ویر کلوز میایم در پروگرام ورد این آپشن اول انتخاب میکنیم به خاطر از اینکه از طریق مایکروسافت هر چیز نو که به اصطلاح در سیستم میایه او را انستال میکنه، اما در صورت که اینترنتتان کنکت باشه به خاطر که اپدیت میشه آفیستان. بعد از آن کن. خب فعلا ما نشته میکنیم در داکومنت اینجا فارسی نشد، هدف ما اینجا بود. ما باز میریم دوباره تا میخواهیم که اینجا فارسی را استاندارد قرار بدیم در قسمت لنگویج بار. در این صورت دوباره به این قسمت ریگیون اند لنگویج چنج کیبوردز، تماما لسان های دیگر را ریموو میکنیم. خود انگلیسی را من موو وپ میکنم. خب اینجا پرژن هم ریموو میکنم. بعدا اپلای. دوباره میایم در قسمت لنگویج چنج کیبوردز، اد میکنین پرژن. دوباره در لنگویج میاییم. بالای انگلیسی کلک میکنیم ریموو نمیشه، باید ریموو شود تا کیج فارسی استاندارد قرار بگیره. در این صورت ما شما میاییم در قسمت دیفالت اینپوت لنگویج یا فعلا انگلیش است، کلک میکنیم پرژن انتخاب میکنیم، بعدا
اپلای و بالای پرژن کلک میکنیم برش میگیم موو اپ باز اپلای اوکی وقتی که در داکومنت ورد میم ایج اوتومات فارسی میشه وقتی که مبراییم پس انگلیسی میشه یعنی یک صورت بسیار مهم است برای کسایی که بیشتر دری تایپ میکنه یا آلمانی یا هر لسان دیگه که باشه به می شکل شما میتونین که استاندارد قرار بدین باز ما در پروگرام ورد یا اکسل یا هر پروگرام دیگه که بریم اینجا را متوجه باشین فعلا انگلیسی است حالا مجرد که انتر میکنم این ورد نه و ایج اوتومات به فارسی تبدیل میشه پس بخواین که انگلیسی استاندارد باشه در لنگویج آمده باز ریگیون ان لنگویج اینجا در چنج کیبوردز میاین دوباره در قسمت دیفالت اینپوت لنگویج البته در قسمت جنرال انگلیش میگیرین اپلای میکنین و دوباره انگلیسی رو کلک میکنین موو اپ باز اپلای اوکی هر لسان رو میدونین که در قسمت لنگویج بار استاندارد قرار بدین اینجا فعلا میبینین لسان انگلیسی است حالا در پروگرام ورد میرم امی انگلیسی باقی مون اگر باز بخواین که خودتان فارسی بسازین ایده انتخاب میکنین این حال باز برای دائمی فارسی نیمونه باید سر رفع خودتان تغییر بدین و میاییم در پروگرام اکسل مثلا اینجا فعلا ما در حساب سالاری 100 و 200 درش کردیم میاییم در قسمت نمبر کرنسی و سکنین در کرنسی اوتومات دلار است اینجا هم 100 دلار و 200 دلار آمد اگر ما بخواهیم که امی فرمت های تمام پروگرام ها تغییر کنه دوباره لنگویج مین ریگیون ان لنگویج در قسمت فرمت ایمیل سانا در مجموع بر فرمت است توسط از این لسان ها هیچ گاه نمیتونین که زبان کمپیوتر شما تبدیل کنین یعنی نشتای کمپیوتر در مجموع از اینجا فرمت یعنی تنها داخل پروگرام ها رو میتونین فرمت شو تغییر بدین و اگر بخواین که در مجموع زبان کمپیوتر و یا لسان کمپیوتر رو تغییر بدین در قسمت کیبوردز اند لنگویج اول از اینجا لسان که میخواین انسال کنین و بعد از آن چوز ا دیسپلی لنگویج از اینجا میتونین که لسان کمپیوتر در مجموع تغییر بدین مثلا در ویدیوی قبلی ما مکمل لسان کمپیوتر عربی ساخته بودم حالا ما هم دوباره در فرمت اینجا ما پرژن انتخاب میکنم فرمتش میبینیم که به این شکل تغییر کرد اوکی اینجا میبینین ریال شد اگر طور مثال یا تنها در اکسل نیست که در تمام پروگرام ها فرمتش تبدیل میشه اما متوجه باشین موجه را پرژن گرفتم لسان کمپیوتر پرژن نشد انگلیسی است که بسیار در این قسمت مهم است اگر دوباره در لنگویج ما بیایم در فرمت اگر ما دوباره انگلیش را بگیرم English United Kingdom یعنی از لندن بعدا اپلای اوکی میکنیم در پروگرام اکسل ایجا پاون آمد یعنی 100 پاون و 200 پاون یعنی همه کرنسیش چند شد در مجموع دیتا تایم کل چیزش چند میشه با مو لسانه که انتخاب میکنین و دوباره اگر در لنگویج بیایم انگلیسی United States بگیرم اوکی حالا دوباره میبینیم در اینجا 100 دلار و 200 دلار تنظیم شد عمل ما بالای تماما
پروگرام ها فرمتش میشه که تغییر بخوره. و طریقه آسان دوباره در لنگویج میاییم. از اینجا میتونین که تنها فرمت توسط از این لسانات مثلا تغییر بتین و زبان عمومی کمپیوتر میتونین که از اینجا انسال کنین و از اینجا تغییر بتینش. درس ما همینجا به پایان میرسه و فراموش نکنین که ویدئوهای ویندوز 7 باید از اول ببینین به خاطر درسایش ارتباطی است تا که براتان واضح شود. درس ما همینجا به پایان میرسه.